با درودهای گرم به مادران و خانواده های خاوران و تمام خانواده های دادخواه و تمام مبارزان در ایران و به ویژه به زنان مبارز در ایران. خب من میخوام حسم رو به هر حال در رابطه با مرگ ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیئت مرگ بود رو بگم. واقعیت اینجاست که خب ابتدایی که این خبر رو شنیدم به هر حال همه در یک حول و ولایی بودیم که ابراهیم رئیسی که واقعا در طی این بیش از 4 دهه در جنایت های مستقیم دست داشته آیا کشته شد یا نه، و نه تنها اون حسین امیر عبداللهیان و اون دو تن دیگه که مال به حساب نماز جمعه امام جمعه بودن و یک دیگه، و صورت به خصوص این دو نفر و از همه مهمتر ابراهیم رئیسی. و وقتی که خب اون شب به هر حال خیلی التقا برانگیزی بود و واقعا تا صبح نخوابیدم تا اون سحرگاهی که این خبر رو شنیدم، که همون سحری که بسیاری از عزیزان ما رو اینا با طلوع سحر و اذان اعدام کردن و کشتن، بسیاری هزاران هزار نفر از مبارزان راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و کسانی که واقعا خواهان آزادی بودن. و در همون سحرگاه هم خبر این اومد که ابراهیم رئیسی به هر حال، حالا به چه طریقی نمیتونم، ولی حالا یا کشته شد یا مرد. و این خیلی خیلی من رو واقعا و بسیاری رو خوشحال کرد، از این نظر که به هر حال چند تا از این جنایتکارا از شرشون خلاص شدیم، و این احساس خیلی خوبی رو به من داد، احساس شادمانی رو به من داد، به خصوص که وقتی که دیدم واقعا مردم هم به شدت آزادی خواهان از این خوشحال بودن. و یادم اومد خانواده هایی که در طی این سال ها با هم بودیم، خانواده ها، مادران و خانواده های خاوران و دیگر خانواده های دادخواه و زنان مبارز، که به ویژه مادران یادم اومد که واقعا ما در تمام غم ها و شادی ها کنار هم بودیم، در شادی ها بسیار همه سعی می کردیم به هم روحیه بدیم، انرژی بدیم. و یادم آوردم مادرم رو که الان در چنین لحظه ای بود چه کاری می کرد، مادر لطفی رو، مادر رضایی رو، مادر وطن خواه رو، تمام این مادرانی که به هر حال در طی این سال ها در کنارشون بودیم و قطعا خیلی خوشحال می شدن و شادمانی می کردن. و من هم همون روز بلند شدم و با یک ویدئوی کوتاهی خواستم شادمانی خودم رو از این مسئله برای از کشته شدن رئیسی و چند تا دیگه از این جنایتکارا نشون بدم، و یه پیامی هم فرستادم و این هر رو هم اونجا هم گفتم، اینجا هم میگم که ولی این خواست ما نیست. یعنی ما آرزوی قلبیمون در طی این سالها بوده، در طی این سالها فعالیت و دادخواهی و اطلاع رسانی، این که خواهان کشف حقیقت هستیم، خواهان برقراری عدالت هستیم و خواهان عدم تکرار جنایت هستیم، و میخواییم که با جنبش های مستقل و مردمی اینها رو بتونیم سرنگون کنیم و بعد از آزادی اینها رو به پای میز محاکمه بکشونیم. و واقعا آرزومونه که در اون دادگاه ها ما حضور داشته باشیم، ما به عنوان خانواده های زخم خورده و دادخواه، نه تنها خانواده های دعیشه، تمام این خانواده هایی که در طی این 45 سال به اشکال مختلف صدمه دیدن، آزار دیدن، زخم دیدن، و زخمشون با هر اعدام واقعا دو مرتبه خونریزی میکنه، و امیدوارم به هر حال اون روز رو هم ببینیم. ولی واقعیت اینجاست که همین که
به هر حال چند نفر از این جنایتکاران از شرشون خلاص شدیم. واقعا من خوشحال بودم، ولی امیدوارم که به هر حال به زودی، و مطمئنم هستم که اینها پایه های ستون حکومتشون به شدت ترک خورده، به شدت لرزیده، و با کشته شدن با مرگ هر کدوم از اینها، و که به احتمال زیادم ممکنه به دست خداشون بوده، یعنی اینا اینقدر وضعیتشون بحرانی است که به هر حال خودشون رو حذف میکنن، و همین و این به هر حال اون نکته است که به فرصت هایی، یعنی اینا با رفتن اینها، با مرگ اینها، با کشته شدن اینها به هر طریقی، دو مرتبه این جنایت هایی که در طی این سال ها کردن رو میاد و زخم های ما تازه میشه، و این مسائل اینها یک فرصت هایی رو ایجاد میشه برای اینکه دو مرتبه راجع به این جنایت های اینها گفته بشه، در سطح ایران، در سطح بین المللی گفته بشه، به خصوص شخصی مثل ابراهیم رئیسی که از زمان جوانی در مسئولیت مستقیم جنایت بود، یعنی از 20 سالگی که دادستان کرج شد، بعد دادستان همدان شد، بعد در زمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نماینده دادستان شد، بعد در تمام این طول این سالها توی به هر حال یا دادستانی یا قوه قضاییه، یعنی مسئول مستقیم جنایت ها بوده، و در سال 97 هم رئیس قوه قضاییه شد، و در سال 1400 هم که رئیس جمهور شد. خب در طی این سالها غیر از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 68 که یکی از اعضای مؤثر هیئت مرگ بود، رئیسی نقش بسزایی داشت، و خب اشراقی و پور محمدی و نیلی هم بودن، و اونها هم نقش بسیار اصلی و مهم می داشتن، و در کشتارهای سال آبان 98 نقش مهمی داشت، در کشتار مسافران پرواز PS752 نقش مؤثری داشت، در کشتار و شکنجه و بازداشت و کور کردن و از بین بردن و بسیاری از این مبارزان در قیام زن زندگی آزادی نقش مؤثری داشت، و تمام اینها باعث شد که با مرگ ابراهیم رئیسی دو مرتبه تمام این داغ‌ها زنده بشه و به نوعی بسیاری شادمانی خودشون رو نشون دادن. واقعیت اینجاست که این خواست ما نیست، اینها هم هر کدومشون مهره هستن در جمهوری اسلامی، این مهره میره یک مهره دیگه میاد، و چون این ساختار جنایتکاری، ساختار دیکتاتوری، ساختار فاشیستی هست، و آدم ها نقش دارن، ولی نقش اصلی اون ساختار هست، ساختار است. من امیدوارم و واقعا اطمینان دارم که به زودی اینها توسط جنبش های مستقل و مردمی سرنگون خواهد شد، و تمام تلاشمون رو ما باید بکنیم که در داخل کشور، در خارج کشور، هر کجا که هستیم، که جنبش های مستقل و مردمی در ایران رو تقویت کنیم، حمایتشون کنیم، اینجا ما با هم نزدیک بشیم و بتونیم در این زمینه به هر حال فعالیت داشته باشیم، افشاگری کنیم و همبستگی داشته باشیم تا بتونیم به اون چیزی که میخواهیم هر چه زودتر برسیم، و مطمئن هستم که ما به اون خواهیم رسید. ولی خیلی مهمه که با آگاهی باشه، تشکل‌ها رو قوی تر بکنیم، و که بتونیم به اون چه که میخواهیم، به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی برسیم، و
و از اینجا من به تمام خانواده های دادخواه، خاوران، خانواده های خاوران، دیگر خانواده های کشته شدگان در طی این سالها، خانواده های کشته شدگان سال 88، دی 96، آبان 98، قیام زن زندگی آزادی، پرواز 752 و تمام کسانی که در طی این سالها از اینا صدمه دیدن، شکنجه دیدن، بهائی ها، اقوام و ملیت ها، زنان که به هر حال از همون ابتدا تحت شکنجه و تبعیض مضاعف بودن و چقدر شکوهمند و شجاعانه ایستاده اند و مقاومت میکنن و دستاوردهای بسیار عظیمی رو به دست آوردن و میبینیم این ایستادگی ها و مقاومت ها در خیابان ها، محلات، معابر عمومی، حتی در زندان ها واقعا شگفت انگیزه و من واقعا لذت میبرم از این همه شجاعت، از این همه مقاومت و این همه ایستادگی و امیدوارم تمام این مبارزات بتونه هر روز قدرتمند و قدرتمندتر بشه و بتونیم به اون چه که میخواهیم واقعا یک شرایط دموکراتیکی رو ایجاد کنیم و از این همه جنایت و تبعیض و اختلاف طبقاتی و فقر و فلاکت و وضعیت وحشتناک محیط زیست و از هر گوشه‌ش بگیری این جمهوری اسلامی واقعا فاجعه آفریده و همه اینها نقش مستقیم داشتن در جنایت مستقیم. ببینید شما این همه انسان دارن کشته میشن از فقر، این همه انسان دارن کشته میشن از بدی آب و هوا، در بیمارستان ها ببینید چه خبره، در وضعیت بهداشت چه جوری هست، وضعیت آموزش چه جوری هست، چقدر معلمای ما دارن صدمه میبینن، دانش آموزای ما، دانشجویان ما، کارگران ما، پرستاران ما، همه مردم از دست اینها واقعا مردم رو زندگیشون رو به سیاهی و به تباهی کشیدن و مردم واقعا شجاعانه ایستادن و امیدواریم به هر حال اون روز رو ببینیم که به دست مردم اینا سرنگون بشن و بتونیم تمام این جنایتکاران رو به دادگاه های مردمی و علنی و عادلانه بکشونیم و محاکمه بشن و خواهان مجازاتی غیر از اعدام، حد اکثر مجازات واقعا مثل حمید نوری حبس ابد، ولی غیر از اعدام برای تمام اینها داریم و به هر حال درود میفرستم به تمام مبارزان راه آزادی و برابری و عدالت اجتماعی. با تشکر.